سلام دوستان عزیز از همه کشورهایی که برنامه ما رو میبینین بعد از اون که بحث اول ما راجب امامت و خلافت یعنی عقیده شیعه راجب امامت و عقیده بعدان سنی راجب خلافت عنوان شد الحمدلله عکس عمل خوی بود حالا بعض جای وقت منفی بوده ولی در کل ما خوشحالیم که اون مقداری که راجب اسلام میدونیم و خداوند توفیق داده با این مدت زمانه 50 سال بالاخره داخل و خارج کشور یه مطالعاتی بوده یه تحقیقاتی بوده خدمت شما عزیزان قرار بدیم و انشالله همین بشه همون حدیث پیغمبر که فرمود زکات العلم نشروح یعنی زکات علم اینه که در جامعه پخش بشه برای دوستان فارس زبان در آسیای مرکزی در خود ایران افغانستان ازبکستان جای دیگه خود پاکستان و کشورهای خلیج فارس بحث ما راجع به امامت بود و خلافت که عرض کردم امامت همون سیستم الهی است که از زمان حضرت آدم تا خاتم النبیین صلی الله علیه و آله علی و به دنبالش هم وقتی پیغمبر در قدیر خون فرمود من کن تو مولا فهادا علی و مولا مردم بعد از من هر کسی من مولاش هستم علی مولای اوست یعنی رهبر و راهنما همون کاری که نقشی که پیغمبر داشت منتها امام نه پیغمبر این هم یه سوه تفاهم است که بعضی خیلی که ما میگیم امام علی یا امامان یعنی اینها ام، 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 پیام خاصی برایشون از خدا میاد نه امام وظیفش تعلیمات پیغمبر یعنی قرآن را و سنت پیغمبر رو حفظ کنه نماینده باشه و مثل خلیفه باشه خلیفه الهی که آدم بود و اینا رو برامورن بیان کنه توضیح بده یه همچین معنایی داره امام خلاصه این سخنرانی الحمدلله خیلی استقبال داشت دنباله همون میخواستم عرض کنم الحمدلله با نابودی داعش و آیسیل و آیسیس و هر اسمایی که داشتن اینها یه ده از افرادی که به نام اسلام آبروی اسلام رو بردن سر مردم رو مثل گاو و گوسفند مثل مرغ سر میبایدن و اینا تو اینترنت میذاشتن آبروی برای اسلام نذاشتن اینها و همه اینا هم به اسم خدا و پیغمبر اسلام الحمدلله تعلیمات اهل بیت رسول که خداوند در قرآن سوره 33 آیه 33 انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ای اهل بیت خداوند خواسته که شماها را از هر رجس و زشتی و پستی و پلیدی دور کنه این اهل بیت پیغمبر تعلیماتشون همون تعلیمات امامتی که الحمدلله در بین پیروان اهل بیت و شیعانشون حفظه شیعان واقعیشون عرض میکنم البته شما فقط کافی ببینی حرکتی که این داعش و آیسیل به نام پیغمبر کرد و اون حرکتی که مردم پیروان اهل بیت میکنن شما الان به این عراق فقط از جنوب عراق که پیروان اهل بیت پیروان امام حسین پیروان امام علی هستن حساب کنید که میلیون ها مسافری که میان از پاکستان از هر کجا اصلا آشنا هم نیستن اینا بهترین قضاها چون مفت به اینها میدن چون شما ظاهر اهل بیتی بعد به این انبار میبینی، اونجا مردم میگن سر میبارن همین نشان دهنده تعلیمات چون در انبار اینا پیرو معاویه و یزید و بنی امیه و بنی عباس خونخوار و آدمکش بودن در جنوب عراق که اینا پیرو اهل بیتن و امام حسین مردم دارن از غذای خودشون به مهمان ها میدن به اینها آب یخ میدن که گای خودشون ندارن مهمان این شما اینا رو حتی ماساژ میدن خیلی حرفه یعنی میاد یه نفر شما اصلا نمیشناسه شما رو فقط به عنوان که یک مسلمانی و تو یک زائر داری به زیارت امام حسین آمدی اربعین به فرض میاد پاهای شما رو میشوره میاد کفشای شما رو واکس میزنه این خیلی حرفه این فرقی یعنی در خود عراق شما گفتم جنوبش که میری این شیعیان جنوب عراق این طور با میلیون ها انسان مهمان نوازی میکنن آب میدن نان میدن خانه میدن مفت و مجانی که هیچ کجای دنیا این کار نمیشه حتی در عربستان در مکه مردم این کار نمیکنن این چیه که اینا رو این طور عاشق اهل بیت کرده به خاطر خدا به خاطر اهل بیت این انسانیت رو نمونه ای که تو آمریکا و اروپا اصلا پیدا نمیشه مهمان نوازی رو بعد یه خورده میری اونور قسمت انبار همونجا گفتم پیروان بنی امیه و ناصبی ها دشمن اهل بیت کشندگان اهل بیت اینا میونه سر مردم رو میبرن و به اسم اسلام بنی امیه و ناصبی آبروی اسلام میبرن تمام این یه چیزه نشون میده همون بحثی که هفته پیش کردم شما یا پیرو امامی که از حضرت ابراهیم شروع شد قال انی جائل و کل ناس اماما خداوند گفت ابراهیم تو الان امام مردم تو پیغمبر بودی نبی هستی ولی حالا به مرحله از امامت یعنی رهبری به اون معنا میرسی که خیلی مقام بالایی است البته امامایی که ما میگیم اهل بیت اینا مقامشون از پیغمبران پایینتر به حساب چون امامن به کتاب نیستن ولی امام خب هزار جور تفسیر داره شما امام مسجدتون هم امامه بعضی از دانشجویان من تو مسجد به من میگن امام حالا امام یعنی امام مسجد امام هم هزار جور معنا داره آخه بعضیا گفتن که این شیعه ها میگن امامان ما امام از اه... نمیدونم پیغمبر بالاترن نه اشتباه شد در این قضیه یه حدیث معروف از پیغمبر اکرمه که می فرماد علماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل یعنی علماء امت من از پیغمبران بنی اسرائیل بالاترن چقدر پیغمبر داریم اون چی که معروفه در بین ما ها میگیم بنی اسرائیل 124 دار پیغمبر داشتن حالا اون یه بحث دیگه است ولی در مجموع میخوام بگم اینا شما نهیمایا داشتی نمدم ازیکیل داشتی دانیل داشتی و هزاران پیغمبر یعنی صاحب حالا کتاب نبودن ولی اینا پیامبران غیر از پیانبران زیر دست پیامبران بالاست بودند بودن خب حالا چه اشکال داره ما بگیم آقا یک عالمی مثل امام خمینی رحمت الله علیه یا عالمی مثل علمای عدا بگیم فرض کنید که شیخ شلطوت مرحوم از جامعه الازهر اون همه مقام شیخ عبدو دیگران این از فلان امام و یا بگیم پیغمبر یک دهکده فلسطین که یهودی بوده اون زمان بالاتر عیب نداره ولی وقتی حساب میکنی هیچ کسی بالاتر از پیغمبر خدا پیغمبر محمد رسول الله نیست که شون امام المرسلین بهش میگن منظور اینگاهی گاهی سو استفاده های اینطور میشه راجع به امام دوست داشتم توضیح بدم ان شاء الله اینا شیر بکنید با دوستان دیگه ما این ادامه میدیم ان و امیدوارم که همونطور کامنت های خوبی بوده حالا بعضی هم گاهی محبت کردن یک چیزایی گفتن مهم نیست ما با هم برادری ما بین مسلمان ها بحث میشه و پیغمبر اکرم در حدیثی که از اهل سنت معروفه میگد اختلاف امتی رحمه یعنی این اختلافات بحث های من باعث رحمت میشه خیلی رو بیدار میکنه خیلی از جوانای ما در مصر و در فلسطین و در جاهای دیگه متاسفانه به خاطر تنگ نظری های وحابی ها مثل اون خلبان و رو گرفتن سوزوندن می سوزونن رو یا تو آب میذارن خفه میکنن یا طالبان دیدم یه ویدیو زن و مرد رو همه رو اونجا جلو گرفته داره قتل عام میکنه اینا رو به اسم اسلام و پیغمبر این آبروریزا میشه انشاءالله که من امیدوارم که ما بفهمیم که همونطور که پیغمبر فرمود انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی من بعد از خودم دو چیز برای شما میذارم کتاب خدا قرآن و اهل بیت اطرت من پیروی باش بکنید که گمراه نشین با بر... تشکر از همه دوستان تا برنامه بعدی خدا حافظ شما